به نام خدا، عرض سلام خدمت مخاطبین عزیز فرادرس. به دوره آموزش کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت خوش آمدید. من فهیمه زاره هستم، دکترای مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات و مدرس دانشگاه. در این فصل با کلیاتی از مباحث تصمیم گیری چند معیاری فازی آشنا خواهیم شد. به طور کلی دو حالت مختلف در تصمیم گیری میتونه اتفاق بیفته که یکی کلاسیک و دیگری تصمیم گیری در شرایط ریسک نامیده میشه. در تصمیم گیری کلاسیک یک مجموعه از گزینه های تصمیم ما داریم که بهشون میگیم فضای تصمیم، که با یک فضای حالت و یک رابطه تخصیص تصمیم بین هر کدوم از این حالت ها و یک تابعه مطلوبیت همراه هست. این تابع مطلوبیت تصمیم مطلوب رو با انطباق تصمیم ها و حالت ها و روابط بین اونها مشخص میکنه. به طور کلی توی تصمیم گیری کلاسیک تصمیم گیرنده میدونه که در چه مرحله و حالتی قرار داره. پس گزینه هایی رو انتخاب میکنه که بیشترین مطلوبیت رو دارد. در تصمیم گیری در شرایط ریسک تصمیم گیرنده به طور قطع نمیدونه که در چه وضعیتی در آینده قرار خواهد گرفت یا اینکه چه وضعیتی در آینده رخ میده و تصمیم گیرنده فقط تابع احتمال وضعیت‌های آینده رو میدونه. در سال 1970 یک شرایطی در نظر گرفته میشه که تصمیم گیری تحت شرایط قطعی هست، اما تابع هدف و محدودیت های مسئله فازی هستند. به شکلی که تابع هدف با یک تابع عضویت مشخص میشه، محدودیت ها با یک تابع عضویت معرفی میشن. از اونجایی که ما میخوایم تابع هدف مسئله رو در مواجهه با محدودیت ها بهینه کنیم، یک تصمیم فازی مثل تصمیم گیری در شرایط غیر فازی هست که ما میخواییم یک یا چند گزینه ای رو که بیشتر از سایر گزینه تا به هدف رو بهینه میکنه انتخاب کنیم. با پیدایش نظری ها و روش های فازی و قابلیت اون توی مدل سازی اطلاعات نادقیق و تقریبی، مسیر جدیدی به وجود میاد تا با بهره‌گیری از اون توانایی مدل سازی و تحلیل سیستم ها با دخالت انسان افزایش پیدا کنه. در واقع منطق فازی یه راهی هست برای شکستن همین نظم علمی که منطبق هست بر تفکر دو ارزشی. تو تمام رویکردهایی که ما توی تصمیم گیری چند معیار مبتنی بر دیدگاه خبرگان داریم، همیشه خبره ها برای پاسخ به سوالات تحقیق میان از عبارات کلامی استفاده میکنن. برای تحلیل دیدگاه خبرگان خب باید اون عبارات کلامی رو ما به صورت کمی تبدیلشون کنیم، که روش های سنتی توی تحلیل چند معیاره از طیف کمی با یک سری اعداد قطعی استفاده می کنیم، ولی توی رویکرد فازی ما برای کمی کردن عبارات کلامی میایم از اعداد فازی استفاده می کنیم. سایر محاسبات هم که بر اساس اصول بنیادین اون تکنیک انجام میشه، با این تفاوت که عملیات جبری با رویکرد عملیات جبری اعداد فازی انجام میشن. بنابراین مشخصه که تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی چیز جدیدی نیستن، بلکه اینا همون روش های چند معیاره هستن که با رویکرد فازی دارن انجام میشن. گفتیم که تو تصمیم گیری کلاسیک تصمیم گیرنده نسبت به اینکه تو چه مرحله و حالتی قرار داره آگاه هست، لذا گزینه مناسب رو با بیشترین مطلوبیت انتخاب میکنه. در حالتی که در تصمیم گیری توی شرایط ریسک، تصمیم گیرنده به طور قطع نمیدونه که چه وضعیتی در آینده رخ میده و گفتیم که فقط تابع احتمال وضعیت آینده رو میدونه. لذا تصمیم گیری حالت پیچیده تری نسبت به شرایط قطعی پیدا میکنه. و یک مورد دیگه این که مسائل فازی میتونن تو دو تا طبقه کیفی و کمی مدل سازی و تحلیل بشن، که توی مدل های کیفی لازم هست که وزن معیارها
و امتیاز هر کدوم از گزینه‌ها در مواجهه با معیارها تعیین بشه. و خب توی مدل‌های کمی تصمیم گیری هم مسئله به فرم یک مدل ریاضی ایجاد میشه و بعد هم با حل اون جواب بهینه یا جواب مناسب به دست میاد. حالا بریم ببینیم که این روش‌های فازی چه کاربردهایی میتونن داشته باشن. یکی از این کاربردها زمانبندی تولید کارگاهی هست. تو مسئله زمانبندی تولید کارگاهی میتونه به این صورت مطرح بشه که یک سری ماشین‌آلات و محدودیت‌های تکنولوژی وجود داره و از طرف دیگر یه سری نیازمندی‌های تولید ما داریم، اما از حجم تولید، کیفیت تولید، محدودیت‌های زمانی مثل زمان‌های عملیات، زمان موعد تحویل و از اینجور موارد. حالا تعیین یک زمانبندی توالی عملیات برای بهینه شدن معیار مورد نظر که میتونه زمان با یه هزینه باشه انجام میشه. مورد دوم رگرسیون هست که تحلیل رگرسیون با مدل کردن رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل برای پیشبینی مقادیر متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل به کار میره که تو مدل رگرسیون فازی ضرایب متغیرهای مستقل مشاهدات و ساختار تابع متغیر وابسته میتونه با مفهوم فازی مطرح بشه. برنامه ریزی و کنترل موجودی که یک سیستم موجودی میتونه به صورت یک سیستم فازی مدل بشه به گونه ای که خروجی سیستم که یه سطح موجودی مناسب هست به صورت فازی بیان بشه. تو این حوزه MRP که مسئله برنامه‌ریزی نیازمندی مواد هست و مدل مقدار اقتصادی سفارش که EOQ هست هم میتونن با ساختار فازی تحلیل بشن. کاربرد بعدی توی بحث زمانبندی پروژه هست. توی زمانبندی پروژه یکی از مراحل مهم برآورد مدت زمان انجام فعالیت هست. اگر مدت زمان فعالیت ها با فرض قطعی و دقیق برآورد بشن، اون موقع زمانبندی پروژه با روش مسیر بحرانی یا همون CPM انجام میشه. اگر اطلاعات و تجربیات مناسبی هم ما در دسترس نداشته باشیم، اون موقع برآورد مدت زمان انجام فعالیت با رویکرد احتمالی انجام میشه و روش زمانبندی PERT رو ما مورد استفاده قرار میدیم. لذا جایی که اطلاعات دقیق و قطعی زمان انجام فعالیت‌ها در گذشته در دسترس نباشه، اون موقع رویکرد فازی توی برآورد زمان فعالیت‌ها میتونه مفید باشه. مدل پایگاه داده کلاسیک شامل یک سری روابط چندبعدی بین داده‌ها هست که توسط یک سری جداول هم نمایش داده میشه و دسترسی به داده های یک پایگاه داده میتونه به صورت فازی و با مفهوم متغیر کلامی تعریف بشه. علاوه بر این ارتباط بین داده ها هم میتونه به صورت فازی بیان بشه. ما یک سری از مسائل رو هم توی بحث مدیریتی داریم که به صورت شبکه اینا مدل میشن که شبکه شامل یک سری گره و یال هست که اگر بخوایم براش مثال بزنیم تو بحث جانمایی تسهیلات، میتونیم بگیم که زمان مسافرت بین گره ها به صورت اعداد فازی بیان بشن و جواب مسئله هم میتونه حدود یا حوالی محل احداث خدمت دهنده رو مشخص بکنه. و مورد آخر هم مدیریت کیفیت که کاربرد مجموعه فازی تو مدیریت کیفیت به سه طبقه تقسیم میشه. اولین موردش نمونه‌گیری رد و پذیرش هست که در این حالت مقادیر بحرانی جهت رد و یا پذیرش محموله به صورت فازی تعریف میشه. مورد بعد کنترل فرایند آماری هست که سطح انطباق کیفیت با استاندارد کیفیت تولید و محصول میتونه با مفهوم فازی در نظر گرفته بشه.
و مورد بعد هم که مباحث عمومی مدیریت کیفیت هستند که توی این بخش ترویج وظایف کیفیت که به اختصار QFD هم بهش میگن میتونه با ساختار فازی توسعه پیدا بکنه که در اون به عنوان مثال صدای مشتری با متغیرهای کلامی تعریف میشه، بعد با بهره‌گیری از این مشخصهای کلامی توی ابزارهای بهبود کیفیتمون مثلا تحلیل پارتو یا نمودارهای علت و معلولی و امثال اینها میتونه به کار گرفته بشه. در این بخش ما میخوایم ببینیم این نظریه فازی که ما تا حالا در موردش صحبت میکردیم چی هست و عملگرهای ریاضی توی این نظریه چطور کار میکنن. من تفکر فازی رو با یک مثال خدمت شما توضیح میدم. فرض کنید این شیئی که در تصویر میبینید تو دست شما قرار داره. این سوال وجود داره که آیا یکی سیب هست؟ بله، این شیئی که در دست شما قرار داره متعلق هست به مجموعه از فضا و زمان که ما اون رو بهش میگه مجموعه سیب ها. الان یه گاز به اون بزنید، بجوید و قورتش بدید. خب الان چی؟ الان این یک سیب هست؟ مجدد همین کار رو انجام بدید، یک گاز دیگه بهش بزنید. آیا این جسم جدید هنوز یک سیب هست؟ یک گاز دیگه به اون بزنید و این کار رو همچنان ادامه بدید تا هیچ چیزی از اون سیب باقی نمونه. خب الان سیب از یک چیز به هیچ تبدیل شد، اما سوال اینه که در کجا سیب از مرز سیب بودن به مرز سیب نبودن میگذره؟ هنگامی که نیمی از سیب رو شما تو دست خودتون داریدش قبل از اینکه به هیچ تبدیل بشه، خب در اینجا سیب به همون اندازه ای هست که نیست. در واقع میتونیم بگیم سیب به همون اندازه ای وجود داره که وجود نداره. پس این نیمه از سیب که الان در دست شما هست، تو این مرحله در دست شما قرار گرفته قبل از اینکه به هیچ تبدیل بشه، در برگیرنده ی هر دو توصیف همه یا هیچ هست. خب نیمه سیبی که الان در دست شما یک سیب فازیه، در واقع طیفی از خاکستری بین سیاه و سفید. پس ما میگیم فازی بودن همون خاکستری بودنه. چرا میگیم فازی بودن همون خاکستری بودنه؟ ما توی بحث قطعی بودن که مقابل فازی قرار داره یک شیء رو میگیم یا هست یا نیست. میگیم منطق صفر و یکی، صفر وجود نداره، یک وجود داره. اگر توی بحث رنگ ها بگیم سیاه و سفید، سفید میشه وجود داشتن، سیاه میشه وجود نداشتن. و ما توی بحث تفکر فازی، توی منطق فازی، بین سیاه و سفید یک طیف در نظر میگیریم. یک طیفی که ما بهش میگیم خاکستری. وجود دارد، ولی بین وجود داشتن و وجود نداشتن قرار میگیره. گفتم خدمتتون که منطق فازی نقطه مقابل منطق دو ارزشی یا کلاسیک هست که منطق ارسطوئه که اساس ریاضیات کلاسیک رو تشکیل میده. بر اساس اصول و مبانی این منطق، منطق کلاسیک، همه چیز فقط مشمول یک قاعده ثابت میشه که به موجب اون یک چیز یا درسته یا نادرسته. ولی توی منطق بودا یک چیز هم ممکنه درست باشه هم نادرست و هر چیز با درجه درست هست و با درجه نادرست و این درست یا نادرست بودن نسبیه. این همون بحث فازی هست که ما مطرح میکنیم. مروری بکنیم بر مفاهیم پایه‌ای نظریه فازی. اولین مورد بحث تابع عضویت هست که ما گفتیم دو نوع داریم، یک کلاسیک هست و یک بحث فازی ما داریم. ببینید توی مستطیل اولی که شما ملاحظه میکنید، تابع نشانگر هر زیر مجموعه A از مجموعه مرجع X رو به مجموعه دو عضوی 0 و 1 مربوط میکنه. یعنی چی؟ یعنی توی بحث کلاسیک، بحث 0 و 1 که مطرح میکردیم، ما اگر بگیم 1 یعنی Xمون عضو A هست، اگر بگیم 0 یعنی Xمون عضو A نیست.
و از این دو حالت خارج نیستند. اما توی بحث فازی ما عضویت رو توی یک بازه از 0 و 1 قرار میدیم. یعنی عدد ما میتونه با یک درجه ای عضو این مجموعه باشه یا اینکه نباشه. من یک مثال عرض میکنم خدمتتون. فرض کنیم شما توی یک کلاس شرکت کردی، توی کلاس آموزشی، و در نهایت پایان کلاس از شما میپرسن که از کلاس راضی بودید. اونایی که از کلاس راضی بودن دستشون رو بالا بیارن. از یک کلاس به عنوان مثال 50 نفره، 5 نفر دستشون رو بالا میارن. خب این 5 نفر که نشون دادن که از کلاس راضی بودن، اما یک سوال وجود داره. آیا اون 45 نفری که دستشون رو بالا نیاوردن جزء گروه 0 هستن؟ یعنی به هیچ وجه از کلاس رضایت نداشتن؟ اینطور نیست. هر کدوم از اونها یک درجه ای از رضایت رو داشتن. پس یعنی بین حالت 0 و 1 قرار میگیرن. اگر ما بگیم 1 کاملا راضی بودن، 0 کاملا ناراضی بودن. پس تو این کلاس ما یه سری افراد رو داریم که بین 0 و 1 هستن، با یک درجه رضایت داشتن. بعضی ها 30% راضی بودن، بعضی ها 50% راضی بودن، بعضی ها 80% راضی بودن. پس توی بحث فازی تابع عضویت ما به این شکل میشه که در واقع توی یک بازه 0 و 1 قرار میگیره. ما یک تابع داریم که به هر ایکسمون یک بازه از 0 و 1 رو نسبت میدیم که بهش میگیم تابع عضویت. اون رو با موی آیا ایکس نشونش میدیم. درجه عضویت اونم همونطوری که گفتم بین 0 و 1 قرار داره. بریم این موارد رو در قالب یک مثال ببینیم. توی مثال چی گفته؟ گفته مجموعه مرجع ایکس وجود داره. ایکس چیا هستن؟ در واقع چه عدد عضو ایکس هستن؟ 1 تا 5. و دو تا زیر مجموعه آ و بی داریم. زیر مجموعه آ گفته اعداد کوچکتر از 4 باشن و مجموعه بی زیر مجموعه بی هم اعداد بزرگ باشن. اعداد کوچکتر از 4 که تکلیفشون روشنه، ولی اعداد بزرگ چه اعدادی بزرگ هستن تو این مجموعه؟ از کجا بدونیم؟ ادامه مسئله گفته درجه بزرگ بودن عدد 1 برابر با 0، عدد 2 برابر با 1/10، عدد 3 برابر با 14، عدد 4 برابر با 8 و عدد 5 برابر با 1. سوال اینه کدام یک از مجموعه های آ و بی فازی و کدام یک قطعی هستن؟ زیر مجموعه آ گفته عدد کوچکتر از 4. تکلیف کاملا مشخصه. اعداد قطعی 1، 2 و 3 کوچکتر از 4 هستند. پس تابع نشانگرش به چه صورته؟ به این صورت. مجموعه آ رو ما اینطوری نشونش میدیم. عضوهایی که 1، 2 و 3 هستند. 1، 2 و 3 اینها عضو این مجموعه هستند. و 4 و 5 عضو این مجموعه نیستند. با 1 و 0 نشونشون دادیم. یعنی 1 اونایی که عضو مجموعه هستند. 0 اونایی که عضو مجموعه نیستند. با توجه به توضیحی که توی اسلاید قبل دادم خدمتتون، اینها چی هستن؟ قطعی هستن. اما بریم ببینیم فازی کدوم هست. مجموعه بی. مجموعه بی مون یک مجموعه فازیه. چرا؟ چون بزرگ بودن مبهمه. ناخوش تعریفه. تابع عضویتش رو بر اساس داده هایی که توی مسئله بهمون داده ما اینجوری مشخص میکنیم. گفته که درجه بزرگ بودن عدد 1 برابر با 0ه. پس میذاریم براش 0. چرا؟ چون که اصلا عضو این مجموعه بی نیست. پس x مساوی با 1 عضو این مجموعه نیست. از این طرف گفته عدد 5 درجه بزرگ بودنش 1ه. پس این کاملا عضو این مجموعه هست. پس x مساوی با 5 تا به عضویتش 1ه. و خب این هم درجه های مختلفی دارن. مثلا عدد 3 با درجه عضویت 14 عضو مجموعه B هست. ولی همونجوری که گفتم بهتون عدد 5 با درجه عضویت 1. یعنی چی؟ یعنی عدد 5 به طور کامل عضو مجموعه B هست. و این نکته هم بچه اینجا در نظر بگیرید که از نظر افراد مختلف تابع عضویت برای یک مجموعه فازی میتونه متفاوت باشه. مورد بعد نمایش مجموعه فازی است. ما مجموعه فازی رو چطوری نمایشش بدیم؟ خب روش‌های مختلف وجود داره که چند تا نماد برای اون وجود داره.
که برای متحرک گسسته استفاده میشه. این سه حالت رو ما میتونیم داشته باشیم برای نمایش یک مجموعه فازی. در واقع میتونیم مجموعهمون رو به این صورت نمایش بدیم که به صورت یک کسر که بالای کسر درجه عضویتش رو بنویسیم و قسمت مخرج کسر رو هم میتونیم اون عضو رو بنویسیم. به این صورت نمایش بدیم یا میتونیم به این صورت نمایش بدیم. بریم با یک مثال این رو ببینیم. گفته که در یکی از واحدهای سازمان الف 5 نفر وجود دارن که عبارتن از زهرا، زیبا، رضا، نیما و سینا. یعنی مجموعه ایکسمون این 5 نفر عضوش هستن. زیر مجموعه فازی آ کارکنانی که رضایتشان زیاد هست هستن با تابع عضویت زیر. ببینید ما کارکنانی داریم که رضایتشون زیاده و تابع عضویتشون هم مشخصه. حالا این مجموعه رو میخواییم با چند تا نماد نشونش بدیم. این رو به خاطر بسپارید که سینا 0، نیما 14، زیبا 17، رضا 18 و زهرا 1. ما میتونیم اول گفتم خدمتون به این صورت نمایشش بدیم. نیما 14، زیبا 17، رضا 18 و زهرا 11. چطوری دیگه میتونیم نمایشش بدیم زیر مجموعه آ رو؟ نیما 1 میذاریم 14 که توی پرانتز قرارش میدیم، زیبا 1 میذاریم 17، رضا 8 و زهرا 1. یا به این صورت که مثل همون حالت اوله، فقط تو آکولات نیست و یه سامیشن داریم، یک علامت جمع بینشون داریم. نیما 14، زیبا 17، رضا 8 و زهرا 1. ما یه عضو دیگه هم داشتیم اینجا بچه به اسم سینا. خب با سینا چی شد؟ توی مسئله گفته بود که تابع عضویت سینا چند؟ 0. پس به خاطر که درجه عضویت 0 داره، به مجموع کارکنانی که رضایتشون زیاد هست تعلق نداره. مورد بعد تکیهگاه، ارتفاع، بهنجار و گذر هستن. که اگر ما یک مجموعه مرجع X و زیر مجموعه آ از اون رو در نظر بگیریم، ما این Xمون یک مجموعه مرجع هست، آ یک زیر مجموعه هست ازش. مجموعه اعضایی که از X که درجه عضویتشون مثبت باشه، یعنی بزرگتر از 0 باشه، بزرگتر مساوی 0 هم نه چون ما 0 رو نمیخوایم، بزرگتر از 0 باشه، مثبت باشه رو میگیم تکیهگاه و به این صورت ما اون رو نشون میدیم با این نماد. حالا مقدار کران بالای درجه عضویت مجموعه فازی آ رو بهش میگیم ارتفاع. پس ارتفاع آ رو مقدار کران بالای درجه عضویت ها در نظر میگیریم. حالا اگر این ارتفاعی که ما در نظر گرفتیم 1 باشه، یعنی بالاترین درجه عضویتمون 1 باشه، میگیم بهنجار هست. در غیر این صورت زیر بهنجار هست. حالا ما هر مجموعه فازی زیر بهنجار رو اگر که بیایم درجه عضویت هاشو بر ارتفاع تقسیم بکنیم بهنجار میشه. بالاخره یه عدد بر خودش تقسیم میشه و 1 رو به ما میده، پس میشه بهنجار. حالا اگر ما یه عضوی داشته باشیم، ایکس در واقع یه عضوی باشه که درجه عضویتش 1/2 یا نیم باشه، مجموعه مرجعمون یک نقطه گذر داره، نقطه گذر بهش میگیم. خب بریم توی مثال این موارد رو ببینیم. گفته مجموعه فازی آ رو داریم 2, 3, 5, 7. از مجموعه مرجع ایکس 1, 2, 3, 4, 5 و 7 هستن. درجه عضویت هاش اینجا برامون مشخص کرده. گفته تکیهگاه، ارتفاع، گذر و به هنجار بودنش رو محاسبه کنید. پس این زیر مجموعه آ رو داریم، عضو 2 یکی از اعضاشه، درجه عضویتش چنده؟ 0. 3 رو داریم، درجه عضویتش نیمه. 5 رو داریم، درجه عضویتش 1 و 7 رو داریم، درجه عضویتش 0.2. این شو تکیهگاه. در واقع اونهایی که چی بودن؟ درجه عضویتشون بزرگتر از 0 بود و مثبت بودن. عدد 3، 5 و 7 بود. ما یه دونم داشتیم که درجه عضویتش 0 بود. پس اون جزء تکیهگاه محاسبه نمیشه. حالا کران بالای درجه عضویتامون چند بود؟ 1. حالا اگر ارتفاعمون 1 باشه چه اتفاقی میفته؟ آ بهنجار هست. و یک نقطه گذر میخواییم ما. نقطه گذرمون عدد 3 هست، چون درجه عضویت عدد 3 نیم بوده. خب و مورد 4 هم زیر مجموعه فازی هست.
زیر مجموعه ها رو با چی میسنجیم؟ با درجه عضویت ها میسنجیم. یعنی اگر ما یه عضو آ داشته باشیم، یه زیر مجموعه آ داشته باشیم، یه زیر مجموعه بی داشته باشیم، اگر درجه عضویت های آ کوچکتر از درجه عضویت های بی باشن، میگیم آ زیر مجموعه بی هست. پس هر عضو رو میسنجیم اگر درجه عضویت های آ کوچکتر از درجه عضویت های زیر مجموعه بی باشه.